خب ما یه بیهیویر دیگه ای داریم به نام مچ موف که برای مچ کردن چهار گوش ها استفاده میشه. مثلا شما یه تصویر بخواید توی این مونیتور اضافه بکنید یا به هر حال بخواید یه تصویری یه جای اضافه بکنید که چهار گوشش با چهار گوش یه قاب هماهنگی داشته باشن و مچ باشن. بیشتر مواقع این کار برای زمانی استفاده میشه که شما میخواید پرسپکتیو اون اتفاق درست باشه و پرسپکتیو هم درست رعایت بشه تغییرش. به طور مثال من اینجا این تصویر رو میخوام منطبق بکنم به این قابی که داخل این مانیتور هست. برعکس آنالایز موشن که شما باید اون تصویری رو انتخاب بکنید که میخواید آنالیز بکنید و به آنالایز موشن رو به بیهیویرش اضافه بکنید، برای مچ موف بعد شما تصویری رو که میخواید مچ بشه انتخاب بکنید و بیاید توی موشن تریکینگ و مچ موف رو بزنید. اگر تصویر سورس شما، تصویری که میخواد باش مچ بشه، زیرش باشه، به صورت اتوماتیک خودش توی سورس اضافه میکنه. اگر نبود شما این رو با کلیک و درگ میتونید بهش اضافه بکنید. من اینجا اسکیل و روتیشن رو هم میزنم و از حالت ترانسفورم توی فور کورنرز قرارش میدم. یه بار البته باید ریست بشه که درست کار بکنه. خب من این چهار نقطه رو میارم روی این چهار نقطه، یه مقدار جابجاش رو میکنم که درست وسط تصویر باشن، یعنی این به علاوه ما درست دیده بشه. در واقع تریکینگ میاد دنبال این پیکسل هایی که داخل این چارچوب هستن میگرده و اونها رو دنبال میکنه، پس ما باید اونها رو انتخاب بکنیم. خب من اینجا میتونم آنالیز رو بزنم و همونطور که شما اینجا میبینید ترک من شروع میکنه به کار کردن و حالا اگر یه مقدار جلوتر بریم اینجا تموم میشه. اگر شما نقاط درستی رو انتخاب کرده باشید، تصویرتون تار نباشه، تصویرتون اون نقاطی که انتخاب کردید از کادر خارج نشن، معمولا باید ترک شما درست انجام بشه. حالا من این تصویر خودم رو روشن میکنم و اگر ما الان اینجا ببینیم میبینیم که این تصویر ما داخل مونیتوره و کاملا با اون تصویر داخل مونیتور انطباق داره. البته یه نکته هست، ممکنه شما بگین خب این کار کامپوزیتیه، ممکنه شما یه کامپوزیتور باشید و بگید که اصلا انجام این کار توی موشن شاید درست نباشه و من کاملا با شما موافقم. برنامه تخصصی برای کار کامپوزیتینگ، برای اینکه یه کاری کنید که شما واقعا این تصویر داخل این قاب دیده بشه، برنامه شیکه. هر چند که شما میتونید با موشن هم تا حدود این کار رو انجام بدید. یه نکته که فقط من در مورد مچموف باید خدمتتون بگم اینه که اگر شما خواستید حالا چهار گوش قاب رو تغییر بدید، میتونید بیاید اینجا از قسمت ترانسفورم میمیک سورس رو بزنید، بیاید توی تصویرتون این فور کورنر تول رو انتخاب بکنید، اینی که میتونید باش دیستورت بکنید تصویرتون رو و اونها رو جابجا بکنید و به نقاطی بیارید که مد نظر خودتونه. خب حالا من اینجا اگر یک بار دیگه این تصویر رو پلی بکنم، خب همونطور که شما می‌بینید یه مقداری تغییر ایجاد میشه، یه مقداری تصویر ما از قابی که داریم کوچیک‌تر و بزرگتر میشه. این مشکلیه که برای شما به وجود میاد زمانی که یه مقدار تغییر میدید چهار تا گوشتون رو. اگر بخواید میتونید شما با کی فریم این مشکل رو حل بکنید، به این صورت که مثلا اول پلان بیایید چهار گوش رو تنظیم بکنید، کی فریم بزنید، آخر کار هم همینطور بیایید این چهار گوش رو تنظیم بکنید و کی فریم بزنید. مثلا من این گوش رو بیارم اینجا، حالا این یکی گوش رو هم بیارم اینجا و حالا الاخر. توی بسیاری از موارد شما میتونید با این کار مشکلتون رو حل بکنید و از این مچ موف برای مچ کردن تصاویرتون توی قاب ها استفاده بکنید. اما همونطور که گفتم خدمتتون، تقریبا میشه گفت این کار توی موشن برای چیزهای ساده درست شده. اگر واقعا چیز پیچیده ای دارید و اگه یه چیز کار جلوه های ویژه‌ای میخواید بکنید، بهتره که از نرم افزار شیک برای این کار استفاده بکنید. اما خب به هر حال
بیهیویر مچ موف هم توی نرم افزار موشن هست. توی قسمت بعدی با هم ترانسفورم رو میبینیم.